خودش تو و مبارخ شبات شالوم و مبارخ. طبق روال هر هفته کلاسی داشته باشیم از آموزه های مقدس و مطهر بزرگان مفسران تورا، شیه لیلوی نشمت و ایتکشروت لنشماتو شلرف خیم بن مشه ایبن اتر مقدس مقدسین و رخیم اکادوش. حقیقتا کلاس های قبل ما سعی کردیم که بریم تو عمق مسائل و مراتب معنوی پدران مقدس ما و مادران مقدسه ما و چند کلاس آخر پرداختیم به یعقوب آوینو و همسران مقدسه این بزرگوار راخل و لیا. دوباره میخوام برگردم و یک کلاسی داشته باشیم که بیشتر بریم تو عمق این مطالب و این از گفته های مقدس و نورانی کمرن ربی توی کتاب نتیو میتسوتخا. خیلی کتاب دارن کمرن ربی ولی نتیو میتسوتخا دیگه نور علی نوره تو همه نوشته های این بزرگوار. اونجا در نتیو امونا، طریقت ایمان، طریقت سوم، بند 28 میره تو عمق آیات و زندگی این بزرگان، مخصوصا یعقوب و راخل. حالا خواهیم دید که موضوع چیه. حقیقتا به طور مقدمه قبلا هم من بهش اشاره کردم و اون اینه که در مراتب تقرب انسان به خدا سه مرحله کلیه و در معنویت هم همینطوره، در عالم معنا هم همینطوره. یه مرحله بهش میگن بیتول هیش، یعنی که انسان یا هر چیزی حتی ملائکه احساس موجودیت میکنن، احساس بودن میکنن، خواسته ها و امیال خودشون را دارند، ولی میگن که خب خدایی هست که اون فرمانده ماه، پادشاه ماه، سرور ماه، هرچی اون بگه، ولی هنوز تو سیستمشون منیت هست. فقط این منیت ها میارن زیر سلطه اون چیزی که خدا میخواد، بهش میگن بیتول هیش. از اون بالاتر اینه که به یه مرحله انسان باید برسه و پرهیزگاران خدا میرسن و در عالم معنا هم همینطوره، به اون میگن بیتول امتسیوت، یعنی دیگه اینی نیست که من هستم و منیت خودم را تطبیق میدم به اون چیزی که خدا میخواد. نه آقا جان، اونجا دیگه اصلا احساس بودن نمی کنه. اونجا حرف فقط حرف خداه، موجودیت فقط خداه. تو اون مرحله معنوی، دوباره میگم، اونجا این نیست که من احساس میکنم هستم، میل خودم را دارم، با این حال به حرف خدا گوش میکنم، یا من موجودم و موجودیتم از خدای. این مرحله اوله. اون مرحله دومی که میشه بیتول امتسیوت، یعنی فنا شدن اون چیزی که هست، احساس موجودیت دیگه نمیکنه که بخواد فناش کنه در خدا، یعنی موجودیتش محو در خداه. ولی به این توجه کنید، مرحله دوم هنوز موجودیتی هست ولی احساس موجود بودن نمی کنه. مرحله اول احساس میکنه منم هستم، اراده خودم دارم، میل خودم دارم، سلیقه خودم دارم، با این حال به حرف خدا گوش میکنم، یا با این حال میدونم که هستی من، موجودیت من از خدای. پس هم خودش را احساس میکنه که هست، امیالش هم احساس میکنه هست، ارادش هم هست، ولی میگه آقا جان حرف حرف خدا. دومین مرحله دیگه احساس نمیکنه که هست، با اینی که هست و اراده و میل و هیچی که در سیستمش هست انگاری که نیست، برای اینکه دیگه محو در خدای، بیتول امتسیوت. بعد ربی من همیشه میگن که
یه مرحله از این بالاتره. فقط این ربی میتونه اینا بگه، برای اینکه خودش همونه. این مرحله سومیه، واقعا ربیه. مرحله سوم اینه که آقا جان دیگه هیچی نیست. نه اینی که یه چیزی هست ولی احساس نمیکنه که هست، دیگه به جز خدا چیزی نیست. به اون میگن بیتول بعتن، این واژه ربیه، ربی مورگنشتن شیاری خکدوش بارخور یا ما وشنوتاف بیتول بعتن. اینا چندین جا من دیدم که هی تکرار میکنن این سه مرحله را، و مرحله آخر میگه اونجا دیگه اینی نیست که، یه چیزایی هست ولی اونایی که هستن احساس نمی کنن که هستن، ولی هستن. مرحله سوم دیگه هیچی نیست، فقط نور 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 خدای. بعد ایناری که میگم نه فلسفه است نه تئوریه، اینا حقیقت معنویت انسانه که انسان باید سعی بکنه بتونه برسه مرحله به مرحله. پس شد سه مرحله: یکی که من هستم، اراده ام دارم، امیال خودم را دارم، ولی خدا هم هست، باید ایمان داشته باشم که هستی من از خدای و هر کاری که خدا میخواد براش انجام بدم، با اینی که ممکنه من میل داشته باشم کارهای دیگه بکنم. پس منیت سر جاش هست. اینم خیلی مرحله بالاییه، به حرف خدا گوش میکنه همیشه، تو افکارش، تو گفتارش، تو رفتارش، تو منشش، تو اخلاقش، تو احساسش، تو ارادش، تو لذاتش. منیت سر جاشه، احساس موجودیت هم میکنه، ولی میگه آقا چیه؟ ما اینا میبریم تو راه خدا بی طولایش. دومی دیگه احساس نمیکنه که هست، ولی هست. اونجا محو در نور خداه، اون هستیش. سومی دیگه اصلا نیست، اونجا دیگه همه چیز فنا در خدا، به جز خدا چیزی نیست. آشکارا الان هم حتی تو این دنیا با همه این منیتی که همه انسان ها دارن و این دنیای کاذب انگاری که همه چیز موجوده، الان هم هیچی حقیقتا وجود نداره، همه چیز محو در خداه، ولی انسان باید به این مراحل برسه. پس شد بیتول ایش، بیتول امتسیوت، بیتول به اتسن. بعد به خروج از مصر نگاه بکنید، درست این سه مرحله بود. وقتی که تو مصر بودن، غرق شده بودن توی مصری و مصری بودن، خیلی کارا را مثل مصریا ازشون تقلید کردن، دنیاوی شده بودن. بعد خدا چیکار کرد؟ مصائب و سختی و بردگی و بندگی ها آورد سرشون که تزکیه بده این منیتشون را. برای اینکه یه جوری شده بود که احساس میکردم من هستم، تازه این دیگه از همه بدتره، من هستم و بعضی چیزها را میخوام انجام بدم، حتی چیزهایی که خدا دوست نداره، اجازه نمیده. بعد وقتی که خدا اینها را بهشون سختی و مصائب و بندگی و بردگی فرعون داد، که مصر و فرعون سمبل شهوات و سمبل منیته، شهوات به خاطر منیته که انسان به دنبال شهوات میره. بعد وقتی که این مصائب سرشون اومد، ییسوری متسارد سرشون اومد، تزکیه پیدا کردن و نجات پیدا کردن، آزاد شدن، رها شدن از شهوات این دنیا، تا حدی که وقتی میخواستن از مصر برن بیرون، خدا به موشه گفت برو از اینها خواهش بکن که برن نقره و طلا و این چیزا قرض بکنن از مصریا، برای اینکه من به پدران اینا قول داده بودم که وقتی از مصر بیان بیرون، اینا دست پر میان بیرون. ولی یهودیا به یه مرحله رسیده بودن که از دنیا بیزار شده بودن، از شهوات و مال و مسائل این دنیا بیزار شده بودن. وقتی که میخواستن از مصر، رهایی از مصر یعنی رهایی از شهوات این دنیا، امیال این دنیا، مال این دنیا، لذات این دنیا. توی میدراش نوشته که تو آیهی که میگه یه دبرنا به ازنه هم خواهشن صحبت کن تو گوش این امت، خدا به حضرت موسی، به موسی ربنا و شالوم میگه. بعد میدراش میگه ای نا الالاشون بکاشا، وقتی که توی آیات میگه نا یعنی بکاشا، خواهش کن ازشون،
بگو دست خالی نرید، برای اینکه من به ابراهام و ایساق و یعقوب قول دادم اینا دست پر خواهند از مصر رفت بیرون. یهودی هم که رفتن اینا را قرض بکنن به خاطر اینکه خدا امر کرده بود، اگه نه هیچ علاقه ای به این مسائل این دنیا نداشتن اون موقع. این مرحله‌ایه که خواهیم دید کسی که میخواد به خدا نزدیک بشه. سه مرحله‌ای که در اول کلاس بهش اشاره کردم، که اولی بیتولایشه، یعنی جنگ با منیته. تا حدی تو این مرحله آدم ریاضت میکشه. صدیقیم بزرگ مثل ربی ملخ میلیژنسک یا خیلی صدیقیم دیگه خیلی تعنیت میگرفتن، به غربت میرفتن، یعنی از شهوات این دنیا و دنیوی بودن دور میشدن. به همین خاطر تو تنیا نوشته که تنیا میپرسه که تو آیه نوشته یهودیا وقتی که میخواستن از مصر خارج بشن فرار کردن. میگه آقا جان چرا فرار کردید؟ فرعون اومد گفت برید، اجازه داد برید، به خیپازون با عجله فرار کردن. برای اینکه تنیه میگه که به یه مرحلهی رسیدن که از دنیا و دنیاوی بودن و شهوات این دنیا و امیال این دنیا مثل آتش جهنم فرار کردن. بیتولایش. بعد این مرحله از تقرب به خدا خیلی مرحله بالاییه، با اینی که هنوز منیتی هست، هنوز امیال هوای نفس انسان درش هست، ولی انسان سعی میکنه با ریاضت و دوری از این دنیا از اینها فرار بکنه. و خواهیم دید که این مرحله با اینی که خیلی مرحله والاییه، بعضی موقع ها انسان را منزوی میکنه، برای اینکه یه جوریه که از دنیا و دنیوی بودن میخواد دور بشه، زیاد با آدما رابطه نداره، تو عالم خودشه، و خطرش اینه که منیت و کبر ممکنه بگیرتش. همین که احساس میکنه که من جدا از همه هستم، من از دنیا و دنیوی بودن جدا هم، ممکنه برای اینکه هنوز گفتیم منیتش سر جاش هست، فقط داره هی می جنگه با منیتش. بعد اون منیتی که سر جاش هست وقتی که میبینه این داره ریاضت میکشه، تعنیت میگیره، تورا را با تموم قوا و تمرکز، تورا را با تموم عمق و تمرکز خوندن از تعنیت گرفتن خیلی سخت تره. اگه واقعا آدم با تموم وجودش با تموم عمق تمرکزش سعی کنه تورا را یاد بگیری، از تعنیت خیلی سخت تره. بعد این ریاضت میکشه، سختی به خودش میده، تورا را اونطوری یاد میگیره و دور از این دنیا و دنیاوی بودن و یه ذره میشه گفت تارک دنیا میشه ممکنه. بعد خطر این مرحله اینه که به خاطر اینکه هنوز منیت هست احساس بکنه که ببین من چه آدمیم، از دنیا دارم دوری میکنم، تعنیت هم که میگیرم، تورا هم که اینقدر میخونم. اینا گفتم قبلا، نمیدونم مزاحه، فکر نمی کنم حقیقت داشته باشه، ولی یه حقیقتی درش هست. صدیقیم بزرگ که این تو دوره ما همچین کاری فکر کنم خودکشی محسوب بشه، ولی صدیقیم بزرگ مثل بابا سلی و رب نخمامی برسلاو و خیلی صدیقیم دیگه تعنیت می گرفتن از مطسای شبات تا شب شبات، یعنی یک هفته. بعد 18 بار این کارا میکردن تو عمرشون. بعد یکی فکر کنم این مزاحه، ولی میگم درسی که ازش میشه یاد گرفت حقیقت داره. میگن یکی بوده که 18 بار این کارا میکنه، بعد دیگه دفعه آخر، روز آخر از 18مین مرتبه این کار، چند دقیقه دیگه ای که میخواسته از تعنید بیاد بیرون، میره پشت بون به همسرش میگه ببین دیگه من فرشته شدم الان میپرم. بعد میگن که یه دفعه سعی میکنه بپره، میفته زمین، دماغش هم میشکنه. منظور چیه؟ یعنی که کل این تعنیتا که گرفته همش منیت توش بوده، دنبال مراتب معنوی بوده، دیگه اون وقت فایده نداره. تعنیت آدم میگیره که نفس ایوانیشا بشکنه. اگه تعنید میگیره که احساس بکنه، احساس برتری بر دیگران بکنه، یا تعنید میگیره که
مراتب معنویش بره بالا. اینا همش منیته، فایده نداره. من در مورد تنیت هایی که واجبه صحبت نمی کنم، اونا رو آدم باید بگیره، حتی اگه به خاطر منیتش هم میگیره، برای اینکه وظیفه شه که بگیره. دارم برای ریاضت و مسائلی که ممکن آدم یک عمر مشغول اونا بشه ولی غرق در منیت خودش باشه. خطر این موضوع اینه. مثلا صدیکیم بزرگ مثل رویل ملخ میلی جنسک یا رب نخمامی برسلاف زخوتو یا گاننو یا خود ارخای مکادوش، اینها همه این ریاضت ها را کشیدن ولی تو اون مرحله نموندن. الان بهش اشاره میکنن به همین خاطره که بعد از این مرحله رفت به یه مرحله دیگه. اگه تو این مرحله در جا بزنه غرق در منیتش میشه، برای اینکه هنوز منیت سر جاشه. اینا بهش میگن بیتول ایش، یعنی احساس منیت میکنه فقط داره باش میجنگه. این وقتی بود که از مصر اومدن بیرون، از دنیا و دنیاوی بودن و مصر و فرعون که سمبل دنیا و شهوات این دنیا و امیال این دنیا فرار کردن. به زورم خوب بود بگن آقا جان یه چیزی از مصر ببرید بیرون. فردا ابرام به خدا میگه این چه قولی بود که به من دادی که فرزندانم دست پر میان. اینا را که من ربی میگه. بعد به کریات یمسوف وقتی که خدا دریا را شکافت، رسیدن به مرحله بیتول امتسیوت. این خیلی مهمه، بیتول امتسیوت که دیگه آدم خودشا احساس نمی کنه. نه اینکه منی هست و من خودشا فنا می کنه در خدا، آقا جان احساس نمی کنه که دیگه هست، نه در مورد خودش فکر می کنه نه در مورد مراتبش فکر می کنه، فقط در مورد خدا فکر می کنه. خدا چی می خواد؟ و همین خاطر تو کریات یمسوف اتفاقا این قوم ما رفتن دنبال غنیمت، بیزات هیام، کسی نبود ازشون خواهش بکنه، لازم نبود که مشرب بنو خواهش ازشون بکنه. چرا؟ برای اینکه به اون مرتبه میرسن که دیگه منیتی نیست، میتونن با این دنیا رابطه برقرار بکنن، این دنیا را ور میدارن ازش استفاده میکنن در راه خدا، برای اینکه هم خودشون هم تو کل دنیا احساس میکنن چیزی وجود نداره به جز خدا، همه چیز که هست محو در خداه، احساس موجودیت نمیکنن. بعد که من ربی میگه که به این مرتبه‌ای که آدم میرسه، اون موقع میتونه با آدما صحبت بکنه، ارتباط برقرار میکنه، آدما رو میخندونه، خاکی میشه، آمی میشه تا حدی، برای اینکه وصل به بالاه. هیچ خطری نداره که دنیا بکشتش به طرف دنیا، برای اینکه هم خودش و هم دنیا را احساس نمی کنه، فقط خدا را احساس می کنه. عشقش به دیگران زیاد میشه، دیگران را شاد می کنه. ولی مرحله اول که منیت هست، مثلا بعضی موقعا که ریاضت می کشه و در راه تو را سختی می کشه و اینا، ممکنه تا ببینه که یکی داره مثلا یه کار اشتباهی یا گناهی میکنه برزخی میشه و شروع میکنه مثلا خدای نکرده قضاوت کردن دیگرانو. اگه ببینه که دیگران مثلا یه ذره دنیاوی هستن یا یه ذره بیشتر از یه ذره دنیاوی هستن، اونا رو قضاوت میکنه، بعضی موقعا نسبت به اونا نفرت پیدا میکنه. اینا همه مرحله اولیه، برای که هنوز منیتش هست. ولی وقتی که منیتش محو شد در خدا، عاشق دیگران میشه. اگه دیدی کسی گناه میکنه قضاوتش نمیکنه، تازه احساس ترحم میکنه بهش، مثل اهرون کوهن، اوهف شالوم رودف شالوم اوهف تبریوت مکروان نتورا. با دنیا و اشخاص این دنیا یه رابطه سالمی برقرار میکنه، برای که دیگه نه احساس برتری در وجودش هست، برای اینکه احساس موجودیت نمی کنه. وجودش مالامال میشه از گذشت، بزرگواری، مثبت بینی. بعد مرحله سوم که گفتیم، مرحله سوم بیتول به اتسن، یعنی نه اینی که یه چیزی هست ولی احساس نمی کنه هست، تو مرحله دیگه چیزی نیست، فقط خدا هست دیگه، محو 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 خداه، اصلا موجودیتش دیگه محسوس نیست. اون متن تورا بوده، متن تورا به جایی رسیدن که دهان به دهان حداقل دو فرمان
از دهان خدا شنیدن. اونجا نه مرحله اولیه که به هیچ عنوان نمیتونه آدم باشه. اگه آدم منیت داشته باشه که خدا رو حرفش رو نمیشنوه، کلام خدا رو نمیتونه مستقیم دهان به دهان بشنوه مثل موشه رب بن آلا و شالوم. برای که همه ما به اون مرحله رسیدیم. کلیم الله که میگن، ما هم میگن کلیمی، برای اینکه اون موقع نه تنها موشه رب بن آلا و شالوم دهان به دهان با خدا صحبت کرد، ما هم به اون مرحله رسیدیم، حداقل دو تا از ده فرمان را. تو اون مرحله، نه مرحله اولیه میشه آدم باشه، یعنی که من هستم ولی حرف خدا اصلا به هیچ عنوان جور در نمیاد. کلام خدا مستقیم با همچین موجودی اصلا نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. تو اون مرحله نبوت دومی هم کافی نیست که من اصلا موجودیت خودم را احساس نمی کنم، ولی موجودیت من هنوز هست. به مرحله رسیدن که نیست شدن، پارخانیش ماتم، نشاماشون از جسمشون بیرون اومد، یعنی دیگه هیچ شدن، نبودند. خدا خوب بود تخییت هم اتیم بکنه. بعد دووم نیوردن، فقط دو تا از عوامر خدا را تونستن تو مرحله ببونن. ولی ببینید مرتبه موشه رب بن آلا و شالوم چیه، که بیشتر عمرشون تمام ساعات و هفته ها و ماه های زندگی پربار و پربرکت و پرفیض این بزرگوار همه تو اون حالت بود. موشه هیچ بود، نه اینکه منی هستم و به حرف خدا گوش میکنم، نه اینکه منی هستم ولی موجودیت خودم را احساس نمیکنم، من نیستم. موشه ربنو تو این مرحله بود همیشه. نحن ما در مورد خودش میگه ما هیچیم، ما چیزی نیستیم. فقط موشه ربنو آلا و شالوم تونست اینا بگه، آناو میکل آدم. به همین خاطر همیشه میتونست کلام به کلام با خدا صحبت کنه بدون اینی که از قبل وقت بگیره. خدایا میشه سه شنبه ساعت 3 با حرف بزنم؟ خیر، همیشه آماده بود و هی میتونست به خدا ازش سوال بکنه، خدا هم جوابش را میداد. انبیاء دیگه کلی باید خودشون آماده میکردن، کلی باید ریاضت میکشیدن، تازه اونم خدا توی رویا و تو خواب بیشتر باشون صحبت میکرد، تازه اونم مثال میآورد، بعد میرفتن ببینن مثال خدا معنیش چیه. موشه ربنا علیه و شالوم در بیداری بدون هیچ آمادگی، برای اینکه کل ساعت بیشتر عمرشون آماده و حاضر بود، برای اینکه هیچ موجودیتی نداشت. بیتول به اتم. ولی قوم ما فقط دو تا امر خدا را دووم بردن که تو مرحله باشن. بعدم که گوساله پرستی شد دیگه واقعا اینو از دست دادن. ولی که من ربی میگه که هنوزم به خاطر این که ما توی مقطع از زمان به اون مرحله بالای سومی موشه رب بنو رسیدیم، اگه آدم از جان خودش بگذره، یعنی جانفشانی بکنه در راه خدا، ایثار بکنه در راه خدا، انجام اوامر خدا، بعضی موقع ها میتونه به اون مرحله برسه، حداقل برای چند دقیقه، برای اینکه تو سیستمش هست. امروز تو کلاس نوامنی ملک گفتیم که معنویت هیچ موقع از بین نمیره، اثراتش هنوز هست در مکان، در زمان، در انسان. یکی که یه جایی تورا میخونه با عشق خدا، با احساس وصال خدا، اون نور اون تورا از اونجا جدا نمیشه، تا ابد خواهد بود. گفتم که صدیقیم خیلی موقع میرفتم برشن تو وکادوش، مثلا میرفته توی کنیسا وسط یه جا وایمیساده تفیلا میخونده، بعد ازش میپرسیده آقا جان چرا اینجا وایسادید، نرفتی مثلا اونجایی که بزرگانن؟ میگفت اینجا مثلا 600 سال پیش یک نفر با کوانای خیلی عمیقی تفیلا خونده، هنوز نورش هست. اون مرحله‌ای که ما هم رسیدیم رو تو هر سینای که دیگه احساس نبود، چیزی دیگه نبود، فقط خدا بود. اون تو سیستم هر نشامایی تا ابد خواهد بود، بالقوه هست، حق شده و انسان میتونه بالفعلش بکنه.
حالا برمیگردیم بعد از این مقدمات. پس شد یتسیت میتسرایم که بیتول ایشه، ریاضت و دوری از این دنیاه، ولی هنوز منیت سر جاشه و آدم از این دنیا داره فرار میکنه. دومی بیتول متسیوته، کریاتی همسوف، شکافت شدن دریا، که اونجا با دنیا سر کار پیدا میکنه، تو کسب و کارش هم خدا را میبینه، تو رابطه با دیگران هم خداییه، عشق و محبت و گذشت و بزرگواری و احسان و همه اینها، مثل هارون کهن. و متن تورا دریافت تورا هم که شد بیتول به اتسم. حالا برمیگردیم به یعقوب آوینو. یعقوب آوینو پدریه که همه ما سلاله این بزرگواریم دیگه، هر کاری که تو زندگیش شده درسیه برای ما. مسه آوود سیمان لبانیم. اعمال و بایوگرافی پدران مقدس ما ابراهیم، یعقوب و یعقوب یه نشونه برای آیندگان، فرزندانی که در آینده از اینها به دنیا خواهد آمد. یعقوب آوینو 63 سال از این دنیا دوری کرد، ریاضت کشید، نشسته بود توی چادر تورا و تورایی که خداشناسی و الهیاتی که ابراهام و ایتسخاک و شم و ابر اینها آشکار کرده بودن، یه جورایی تارک دنیا شده بود، از دنیا دوری میکرد. درست برعکس عصاف. عصاف سمبل شهوات و فساد بود، دنیوی بودن بود. یعقوب هرچی بهتر میشد، هرچی خوبی تو عصاف هم بود میومد خدا میداد به، برای اینکه عصاف خیلی مرتبش از یعقوب بالاتر میتونست باشه. که من ربی یه جای دیگه میگن تو فکر کنم پیروششون روی تورای هخال براخا، که عصاف قرار بود هزاران برابر بزرگتر از یعقوب باشه، نشامش خیلی از جای بالایی اومده بود، ولی هرچی بالاتر امتحانات سختر، و اگه روسفید از امتحان آدم بیرون نیاد سقوط میکنه تو ته جهنم. نه این عصاف بود. خب عصاف مالامر بود از فیض معنوی. یعقوب هرچی از این دنیا دوری میکرد، اون فیض معنوی عصاف داده میشد به یعقوب، برای اینکه اون یکی داشت غرق میشد تو دنیا. بعد یعقوب آوینو مثل موقعی که از مصر میومدن بیرون رها شدن، آزادی مصر یعنی آزادی و رها شدن از بند این دنیا و شهوات این دنیا. با این حال اگه میدراش نگفته بود من اینا هیچ موقع نمیگفتم. ترسناک این میدراش. میدراش میگه که همه بدبختی ها و مصائب و سختی هایی که سر یعقوب اومد، یعقوب خیلی سختی دید تو زندگیش. عصاو میخواست بکشتش، از خونه فرار کرد، بعدم که یه سری گیر لاوان افتاد، بعدم که دینا اینطوری شد، بعد یوسف اینطوری شد، هزار جور بدبختی دید. توی میدراش نوشته دلیل این که یعقوب اینقدر بدبختی و مصائب دید که یک موقع احساس برتری نکنه به عصاو، برای اینکه مصائب سختی ها یسوریم تاروت لالنو لالخم لال اسرائیل دلا میشکنه، آدم دل شکسته میشه. گفتم تو این مرحله اول که آدم از این دنیا دوری میکنه و ریاضت میکشه و اینا، خیلی خطر منیت و تکبر و احساس برتری بر دیگران هست. من برترم، من تافته جدا بافته از همه هم، من تنیت میگیرم، من ریاضت میکشم، من. بعد خدا سر صدیکی مثل یعقوب بدبختی و مصائب و اینا میاره که منیتی خلیلا نباشه تو این کاراشون، تو این ریاضت و دوری از این دنیاشون. کل تاروت شایال یعقوب و یوش لوید گاهه هل اصا و رشا، همه سختی ها و مصائبی که یعقوب کشید در عمرش که یک موقع احساس برتری بر عصاو نکنه. برای که گفتم بعضی موقع آدمایی که تو مرحله اولن از دنیا و دنیاوی بودن فرار میکنن، تا یکی ها میبینن که مثلا یه ذره غرق این دنیاه یا یه گناه میکنه
یا مثل خودشون نیست، شروع میکنن قضاوتش کردن و نفرت ازش و ببین داره چیکار میکنه و بعد خدای نکرده احساس برتری هم میکنن. خلیلا بعد یعقوب اوینو بعد از 63 سال که ریاضت کشید و خدا هم منیتش دلش شکست که این موقع احساس برتری حتی به نسبت به عصاو نکنه. عصاو بت پرستی میکرد، بی عفتی میکرد، مالا مال از فساد بود، دزدی میکرد، راهزنی میکرد، حتی نسبت به اونم یعقوب اجازه نداشت احساس برتری بکنه. خدا متنفر از اینی که یکی مثلا تورا بخونه، اوامر خدا رو انجام بده، بعد شروع بکنه بگه این انجام نمیده، من از این بهترم. خلیلا بعد یعقوب رسید به مرحله بیتول امتسیوت، گفتم مرحله ای که دیگه منیتی نیست، وجود داره ولی احساس موجودیت نمی کنه دیگه، و خطری هم نیست که با این دنیا ارتباط برقرار بکنه دیگه، برای اینکه همین دنیا و هم خودش دیگه احساس نمی کنه حسن، همه چیز خداییه. بعد شروع کرد یعقوب رفت سر کار ازدواج بکنه، با لاوان سر و کله بزنه. بعد هر کاری که یعقوب میکرد تو این دنیا همه یخود کچا بری خوش خینته بوده، میخد یخودیم، یعنی کارای دنیوی میکرده ولی همه را ربط میداده به وحدانیت خدا، وصل میکرده به وحدانیت خدا، تو کسب و کارش، تو ازدواجش، تو رابطه اجتماعیش داشته با مثل برشمت و کادوش و تلمیدا و همه اینا دارن با آدم ها حرف میزنن، صدیقین بزرگ حتی تو دوره ما دارن با آدم ها حرفای معمولی میزنن، مزاح میکنن، ذهن جای دیگه است، این کلمات و این جملات همه حروف ابجد و چه میدونم اول و آخر اسماء الهیه، حال قوقای این روح کدشه که مرن ربیه، این نبوته. گفتم یه کلاس بود برای ربی الیملخ میلیژنسک، این بزرگا آدمای باهوش فقط نبودن، آدم باهوش با هوش لهفدیل، نمیخوام بگم کی حالا که گفتم لهفدیل، این یکی پروفسور و اون یکی دانشمند و اینا، اینها هیچ موقع نمیتونن به این مسائل برسن، برای اینکه اینا الهام خداه، باهوش بودن ولی هوششون الهی بوده، بهشون الهام میشده. بعد ببینید قوقای توی آیه 11 از فصل 29 اونجای که میگه و ایشک یعقوب لراخل، و یعقوب وقتی که راخل را دید بوسید، که خواهیم دید این تو ذهن بلا نسبت هزار و چنمندگان مریض بعضی ها این موضوع یه جوری دیگه تعبیر میشه. خیر، اولا بلا فاصله این که گریه کرد، اگه اونجوری بود که ذهن مریض بعضی ها فکر میکنن گریه که نمی کرد، کی گریه میکنه تو این موقعیت اگه دنیوی بود و جسمانی، که من ربی میگن که اگه حروف ابجده و ایشک یعقوب لراخل را بشمارین درست میشه 866 تا، مو هم لا درزش نمیره. و ایشک یعقوب لراخل و بوسید یعقوب راخل را، چیکار کرد؟ چی شد؟ ما میدونیم که تو سیستم الهی 10 خصلت خدا هست، از کتر که تاج پادشاهی خدای بد، دانش خدای بد، فهم خدای بد، احسان خدای بد، جبروت خدای بد، شکوه خدای میاد تا آخری که دهمیه میشه قدرت پادشاهی خدا. هر کدوم از این خصائل الهی یه اسم هویا داره، اسم اعظم خدا، برای که اسم اعظم خدا نور خدا را انتقال میده به این خصائل. اسم اعظم حرف یود و حرف ه و حرف واو و حرف ه، یود که واو که شم هوایا، بارخو بارخ شما، شم هوایا مثلا کتر که تاج پادشاهی خداه، این اعراب صداگذاری روش نکودوتش فرق میکنه با دومیه که شم هوایا برای خخمای. تو بعضی سیدورا دیدین که مثلا یکی کامتسه تو لامینیم ولی من شینیم، شمعویه را تو بعضی سیدورا ببینید کامتسه، اون مطابق کتره.
بعد خخما پتح، بینا سره، احسان سگل، گبورا شوا. خلاصه تا آخر تیفرت خلام، نتسخ خیریک، هود شروک و یسود ملعفون و ملخوت که آخریه هیچ اعراب صداگذاری نداره، فقط اسم هوایای بدون نکودوت. بعد که مرن ربی میگه که اگه این همه این شم هوایه ها را نهتاشا، نه دهمی ها، نهتاشا بشمارین با این اعراب صداگذاری، مثلا کامت یه واوه و یه یود میشه 16 تا. خلاصه حسابش را که بکنید شم هوایه کتر با اعراب صداگذاریش میشه 90 تا، مار خخما میشه 50 تا، مار بینا میشه 106 تا، مار سگل میشه 146 تا، مار شوا میشه 106 تا دوباره، خلام میشه 66 تا، خیریک میشه 66 تا، شروک میشه 146 تا، ملعفون میشه 90 تا. اینا رو همه رو که جمع ببندید میشه 866 تا. و ایشک یعقوب لراخل که اون هم شد 866 تا. راخل خصلت شخینا پادشاهی خدای یعقوب که میگه بوسه زد، یعنی که اوورد فیض را از همه این خصال نه تا خصلت خدا که وصل کنه به راخل شخینای خدا، تجلی شخینای خدا روی این زمین، یعنی همه مسائل این دنیا را اون دنیایی انجام میداد، عرفانی انجام میداد. بعد ببینید بعد چی میشه، و ایسایت کلو و یفک و صدای خود را بلند کرد و گریه کرد. اگه این قسمت آیه را بشمرید حروف ابجدش و ایسایت کلو و یفک، برید حساب کنید به امید خدا بعد از کلاس، میشه 892 تا. اونی که گفت بیشک یعقوب لراخل شد چند تا؟ 866 تا. بعد اون بدون شم هوایه آخری بود، این یکی و ایسایت کلو و یفک 866 داره که به اضافه 26 تا بکنید میشه درست 892 تا. یعقوب گریه می کرد. چرا گریه کرد؟ گفت که دید که بعضی موقع است که نشامای ما که از راخلی منوه جدا میشه از معنویت، این دهتا باید با هم باشه. بعد توی آیه میگه که تو آیه بیستم و یعود یعقوب به راخل شه و شانیم و یو به ایناف کیامیم اخادیم به هواتو اوتا. ببینید آیات چه جور دیگه اصلا با یه دید دیگه و با یه نور دیگه و با یه عمق دیگه دیده میشه و زندگی این بزرگا با یه عمق دیگه دیده میشه. گفتم الان یعقوب به مرحله ای رسیده که میتونه وارد مسائل دنیوی بشه ولی معنویه، همه کارای این دنیا را اون دنیایی انجام میده، معنوی انجام میده. بعد دید دنیوی به این آیه چیه؟ و کار کرد یعقوب به خاطر راخل 7 سال و در نظرش مثل چند روز به نظر اومد به خاطر عشقی که نسبت به راخل داشت. اینا که آدم میخونه انگار لهب دیل بلا تشبیه خلیلا خلیلا خلیلا، انگار کتاب رمانه خلیلا به خس. که مرن ربی میگه برید کلمات و حروف این آیه را بشمارین میشه 2476 تا. حروف ابجد درست دقیق شمع اسرائیل ادونای الوهنو ادونای اخاد باروخ شم کود ملخوتو لعلام واعد. این دوتا آیه رو هم بشمارید درست میشه، یعنی شمع اسرائیل و باروخ شم میشه 2476 تا. یعنی یعقوب وقتی که داشت برای راخل کار میکرد داشت وحدانیت خدا را میآورد تو این دنیا، داشت این دنیا را محو میکرد تو اون دنیا.
داشت خصلت راخل که تموم هستی با اون آفریده شده که خصلت پادشاهی خداه که بعضی موقع اون آخری هست دیگه، ارتباطش خلیلا قطع میشه با معنویت. یعقوب داشت که باروخ شم که بود ملخوت و لعلان واحد، متبارک است نام جلال پادشاهی خدا، یعنی این دنیا، این دنیا را داشت محو میکرد تو شمع اسرائیل ادونای الهین و ادونای خواد در وحدانیت خدا. بعد ادامه میده که من ربی ادامه میده، تو هر حرکتی، تو هر تحرکی از گفته های یعقوب، از کارهایی که به ظاهر به نظر میاد که کاری که همه میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، بچه میاره، اینا خلیلا آوت اینطوری نبوده. یه سرش این دنیا بوده، سر اصلیش وصف بوده به وحدانیت خدا. اون وقت یعقوب به لاوان میگه ها وایت اشتی که مالو یا مای به آوا الها، یعنی زن من را به من بده، زیرا که به اتمام رسید ایامی که خوب بود برات کار بکنم یا برای اون کار بکنم و الاخر. بعد اینا که بشمانین حروف ابجدش، ببینید یعقوب وقتی که داره حرفای معمولی میزنه توش همه شیخودیمه، همه شمع اسرائیل و باروخ شم که بود ملخوت و لعلان واحده، تو اعمالش هم همینه. این آیه را بشمارید حروف ابجدش میشه 1358 درست حروف ابجد باروخ شم که بود ملخوت و لعلان واحد. یعنی کل این داستان یعقوب و راخل و لاوان و خود لاوان هم مرتبش میتونست از عصاو هم بالاتر باشه. لاوان لوون الیونه، نشامای لاوان از یه جای والاتر است، حتی یعقوب، حتی عصاو از یه جای خیلی بالا بالا اومده، برای همین خاطره که انقدر سقوط کرد. وقتی که یکی خیلی سقوط میکنه نشونه اینه که نشاماش خیلی از جای بالایی اومده. این داستان رو بارها گفتم، بلتنیا توی آیه‌ای که میگه هیدات متلاوان، بلتنیا بلکره بودن، تورا را میخوندن شبات. بعد وقتی که به این آیه میرسیدن فکرشو کنید، بلتنیا وقتی که آیات را میخونده وصل بوده به عمق این مسائل. بعد لاوان که عنوان میشه، بلتنیا میره تو ریشه و منشأ لاوان، بعد یه دفعه تو حالت خلسه میره، از خود بی خود میشه. خیلی بارها دیده بودن، نوه مقدس بلتنیا تو کتابش اینا می نویسه که بارها دیدیم که پدر بزرگم وقتی که تو تفیلا بوده یا تو قرائت تورا بوده می رفته تو حالت خلسه، از خود بی خود می شده، بعضی موقع رو زمین غلطه می خورده از اون احساس نزدیکی و وصال خدا دوکوت. و حتی میرسه به این آیه آیا میشناسید لاوان را؟ یعقوب این از این شبانها میپرسه. بعد تو ذهن بلتنیا کجا میرسه؟ یعنی آیا میشناسید اون مرحله معنوی، اون دنیایی که نشامای لاوان ازش اومده تو این دنیا، که گفتم هم از منشأ نشامای یعقوب بالاتر بوده. یعنی لاوان میتونسته اگه خوب رفتار میکرده، اگه درست انتخاب میکرد تو زندگیش، میتونست مرتبش هم از یعقوب بالاتر بشه، هم از عصاو بالاتر بشه. ولی عصاو و لاوان همه اینا رو از دست دادن، هیچی، تازه رفتن تو عمق جهنم و جهنمی شدن. خودش تو و مبرخت.